أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این شب ها عرض کردیم که همه انبیا و اولیا، حالا علی الخصوص 14 معصوم که امامان و پیامبران دوران ما هستند، متولد شده ام که آن جایگاه قطع کنم، اینو عرض کنم. در داستان آدم و فرشتگان، خدا متعال به فرشتگان فرمود که در مورد آدم، اینی اعلم و مالا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. بعد عرضه کردن به هم دیگه، این دو دسته رو به هم دیگه عرضه کردن. همه فرشتگان پوزه کرنش بر زمین ساییدند از آنچه که در مورد آدم فهمیدن، فقط ندیدن. آدم در جایگاهی بود که برای اونها شما نمیدانید بود. این فرشتگان در غیب عالمند، فرشتگان در ملکوت عالمند. فرشته جایگاهش در ملکوت عالم است. آدم در جایگاهی بود که فرشتگان ملکوت نشین مبهوت موندن، نمی فهمن این کجاست، در چه جایگاهی هست. کاملا فرمایش الهی رو پذیرفتن که فرموده بود که من چیزی میدانم که شما نمیدانید. خب فرشتگان به جایگاه انسان راه ندارند، امکان دریافت ندارند، امکان شناخت جایگاه انسان را ندارند. حالا عرضم اینه، اونو که مخواستیم بگیم اینه، حضرت آدم، اگر بخواهیم بگیم حضرت آدم و امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین جایگاهی دارد که آدم به اونجا راه ندارد. حضرت آدم به عنوان مثال، حضرت آدم پیامبر بزرگ خداست، اون به جایگاه امیرالمؤمنین راه ندارد. همونطور که فرشتگان به جایگاه آدم راه نداشتند، حالا جایگاه اصلی امیرالمؤمنین جایگاهی است که آدم به آنجا راه ندارد. خب ببینید جایگاه 14 معصوم، حالا مثال ما چون این بزرگوارانه، در چنین جایگاهی است که هیچ کس به آنجا راه ندارد. اونها از اون جایگاه آمدن توی جای ما، این عالم جای ماست دیگه، عالم طبیعت. بعدم تو عالم طبیعت اگر صاحب همتی بیابند، همراه خودشان به جایگاه خودشان ببرند.
دلایلی هم شبهای گذشته عرض کردیم. این حدیثی که دیشب عرض کردم دقیقش رو یادم نبود. حضرت امیر علیه السلام بعد از اینکه آینده میثم را براش توضیح داد که این عبیدالله زیاد تو را میخواند و از تو میخواهد که از من تبری بجویی، چه کار خواهی کرد؟ گفت هرگز تبری نخواهم جویید. فرمود که دست و پای تو را قطع میکند، زبان تو را میبرد. گفت باک نیست، من دست تبری نخواهم جست، از تو دست نخواهم کشید. خب بالای قبر میثم ما رفتیم، اونجا هم اینو نوشته، فرمود انت معی، دقت کنید، انت معی فی درجتی. خیلی حرفه، انت معی، تو با منی. اگر در راه محبت من صبر کردی، تحمل کردی، تیک پارت کردند، تو با منی در درجه من. این جایگاه رسیدنیست برای همه صاحبان همت. اونها که همت کردند به اون جایگاه به اندازه همت خودشان رسیدند. اینم عرض کردیم، باز مثالمون مثال خورشید رو عرض کردیم. عرض کردیم که حالا مثالش خیلی دقیق نیست، شما هرچی به خورشید نزدیکتر میشی گرمتر میشی، همون چیزی که در مغز خورشید، اگر به مغز خورشید وارد شدی، رفتی در درون اندرون کره خورشید، چی میشی؟ اونو در فاصله مثلا 100,000 کیلومتری آن هم هست، اما کمتر. در 200,000 کیلومتریش هم هست، اما کمتر. میفهمیم یا نمیفهمیم؟ نزدیک شدن به این بزرگواران، هرچه نزدیکتر میشی بیشتر میشه. آن چیزی که آنجا هست، یعنی اگر شما همت کردی و به اندرون خورشید رفتی، اینو براتون عرض کنم. حاج آقای حق شناسی وقتی فرمودن که یه شب عاشورا بود، یعنی مالا برای مدت های فکر من کردم این یعنی چی؟ این چیزی که ایشون گفته یعنی چی؟ ایشون فرموده بودن آدم باید خودشو، دقت کنید با همین لفظ، آدم باید خودشو جلوی امام حسین ول کنه. لفظ اینه، یه لفظ خیلی ساده ی عوامانه. من این مدت فکر میخوام یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یه مقدمه براتون عرض کنم تا برسیم به اونجا. مرحله اول توسل، قرب و نزدیکی به امام، حالا امام حسین یا بفرماید امیرالمومنین، فرق نمیکنه. مرحله اول این است که حرفاشونو گوش بدی. مرحله اول ها عبارت رو عوض میکنیم. اولین مرحله از توسل، توسل این اصطلاح، توسل این مجالس ما میگیم مجالس توسل. اولین مرحله از مراحل توسل این است که شما، ببخشید اشتباه من کردم، همین مجالسی که ما داریم، این مجالسی که ما داریم، از این سیاهی که پوشیدی، از گریهی که میکنی، از این که بر سرت میزنی و همه انواع سین زنی، زنجیر زنی، نمیدونم، اینا همش توسله. ما میگیم توسل. خوب، خیلی خوبه. این توسلات همیشه ثمر میده؟ نه، بعضی وقتا ثمر میده. شما میای اینجا،
حاجتتو میگیری یا وقت هم نمیگیری، حالا به هر دلیل. یا اینکه توسل زورش نمیرسه، توسل زورش میرسه، اما دلایل مختلفه. به دلایل مختلفی ممکن است که یک بار شما توسل بکنی و نرسی به مقصدت. این میشه یه مرحله دومی از توسل وجود داره، باز اسمش توسل میگذاریم. اون این است که آدم حرف امامشو گوش بده. این مرحله دوم بود، من اونجا شروع کردم، اشتباه بود. مرحله دوم از توسل این است که حرف امامشو گوش بده 100%. اگه شما حرف امامتو گوش کردی 100%، اطاعت کردی از امامت 100%، حتما به مقصد میرسه، حتما به مقصد میرسه. اون ممکنه نرسه. گریه زاری، نمیدونم، توسل، توجه، یه وقت میشه یه وقت نمیشه. یه چیز جالب عرض کنم، یه آدم عوام الناسی داشت میرفت طرف حرم امام حسین علیه السلام، یکی از علمای قارتن بزرگ برخورد کرد. کجا میری؟ حالا مثلا دیگه مقدماتش نمیدونم، گفت میرم شکایت خدای متعال رو به امام حسین بکنم. حرف این چیه داری میگی؟ این کفره. نه، من سرم این حرفا نمیشه، من میخوام برم شکایت کنم. من رفتم در خونه خدا، جواب نداده، رفت خدمت امام حسین، برآورده شد. این همون توسل اولی است. راستی رفته بود، راستی رفته بود. یک کسی داشت زجه میزد، ناله میزد. حضرت موسی علیه السلام از کنار این عبور کرد، رفت به کوه طور، 7 روز 8 روز نمیدونم چقدر اونجا بود، برگشت. باز دیدیم دستش به آسمون داره توسل میکنه، خدایا اگه من بودم که جواب اینو میدادم. فرمود این اگر همینجوری که میده دستش به آسمون گرفته، اینقدر بگیری که تو این دستا بیفته، گوشتاش بریزه، استخوناش قطع بشه، جوابش من نمیدم. چرا؟ چون تو رو قبول نداره. تو باب منی، این از باب تو باید بیان پیش من. حالا این بنده خودم اومده بود قبلا بدون باب رفته بود، حالا وقتی اومد خدمت امام حسین از باب وارد شد، قبول شد. حالا از این حرفا بگذاریم، مرحله دوم از توسل چیه؟ عمل کردن، اطاعت کردن. اطاعت کردن قطعا نتیجه میده، فرض نداره اصلا نتیجه نداره، اما اطاعت بکنم. اطاعت نه که ما گاهی نماز اول وقت میخونیم، گاهی نمیخونیم، گاهی مثلا مواظبت غیبت میکنیم، گاهی نمیکنیم، گاهی مواظبت چشممونو میکنیم، گاهی نمیکنیم. این نه، 100%، اطاعت 100% نتیجه میده، حتما نتیجه میده. یه مرحله بالاتر داریم از توسل. این من هی فکر کردم رو فرماشه حاجای حق شناس که یعنی چی، این چی میگه آدم باید خوش جلو امام حسین ول کنه. مرحله بالاتر توسل این است که تو خودت را در برابر امام حسین نبینی. حضرت ابوالفضل چیکار کرد؟ آمد خدمت برادر، اجازه می‌فرمایید من برم خون برادرانم را انتقام بگیرم. زبان بنده فرمود برادراتو ول کن، برو برای بچه های من آب بیار، خودتو ول کن. ایشونم گفت چشم، خودشو ول کرد. سراسر این راه رفت و برگشتم از خودش دیگه سخن نگفت. چطور سخن نگفت؟ آب آورد تا کنار لب. تشنه مگه نبود؟ بزرگترهای این میدان، این لشگرگاه،
اینا بیشتر تشنه بودن، چون اگر آبی اون وقتی که آب بسته شد اینا آبی دارن، آب رو جیره بندی کردن و ناگزیرم اول میدن آب به بچه ها، خانوم ها و این حرف ها، بزرگتره کمتر آب میخورن. پس قاعدتا این است که حضرت عباس، حضرت حسین علیه السلام اینا بیشتر تشنه، تا کنار لب آورد بعد ریخت، از خودش گذشته بود. وقتی دستشو دومی رو قطع کردن فرمود که یا نفس من بعد الحسین هونی، خدا نکنه تو بعد از حسین بمانی، خدا نکنه بعد از حسین بمانی. کار نداریم، از خودش گذشته بود. حالا مقایسه نمیخوایم بکنیم آدم ها رو با آدم ها، بزرگان رو با بزرگان، این از حیطه عقل ما بیرون است. حضرت ابوالفضل کجاست؟ چه میدونیم ما کجاست؟ در هر صورت از خودش گذشته بود، خودش را رها کرده بود. اگر خودش را رها بکند، اگر خودش را رها بکند، میره در اندرون اون خورشید. یه داستان باز براتون عرض کنم. یه غزلی داره عطار، حالا عطار چه آدمیه من نمیدونم، چه آدمیه، آدم خوبی آدم بدیه من نمیدونم. شعر میگه که یه پاره سنگ و یک خشت اینا افتادن توی آب، آب دریا. 10 روز بعد اگه سراغ میگرفتی از اون خشت هیچ چیز نبود، همش غرق شده بود. خشت دیگه تو آب میمونه، خیس میشه، بعد یواش یواش شل میشه، بعدم غرق میشه دیگه. شما بگردی جاش، تو سر جاش خشتی نمیبینی، اما سنگ چی؟ سنگ همچنان مانده بود. اینجوری میشه. اون یعنی چی؟ اگه آدم اونجا غرق بشه یعنی چی میشه؟ زیارت جامعه انزو کرال خیر وردش چیه؟ کنتم اوله با آخره، اصله فره معدنه و معوا. شما معدن همه خوبی ها هست. نه خوبی های این دنیایی، اینا چیزی نیست. خوبی های اخروی، توی بهش مدهوشی داریم. مدهوش برای کی؟ تجلی الهی میشه، مدهوش میشه. نه از این مدهوشی های ما، اینجوری شما اصل اینین، اصل این مدهوشی هستین. تو از همه این مدهوش ها مدهوش تری، تو کرم خدا مدهوشی، توی رحمت خدا، تو رحمت خدا مدهوشی. مکرر قرآن داره که ما فلانی رو داخل رحمت کردیم. انبیاء اولیا رو اسم میبره، اون رو داخل رحمت کردیم. خب داخل رحمت کردیم، انبیاء رو اسم میبرن، 8-10 نفر، شاید 7-8 نفر باشه که میرن داخل رحمت کردیم، یعنی رفت توی رحمت غرق شد. خب حالا اون حرف ما اینه که اون رحمت یعنی کی؟ روایت ما میگه رحمت یعنی امیرالمؤمنین. اینجا
اینجوری اگر اطاعت کنه، اگر از خودش دست برداره، غرق میشه تو رحمت. توی مناجات شعبانیه میگه غرق در کرم. شما در دریای کرم الهی غرق میشی. یعنی چی؟ خب یعنی چی رو من نمیفهمم. غرق رحمت میشی، توی دریای رحمت غرق میشی، تو دریای کرم غرق میشی. هی بشمرید از صفات الهی، هی بشمرید. این اون جایگاهی است که اون بزرگواران دارن ما را دعوت کردن، بیا دنبال من، بیا دنبال من، بیا. اینو قبلا مکررم هی عرض میکردیم. میامد امیرالمومنین، نقله، میامد امیرالمومنین در مغازه میثم تمار مینشست. میثم تمار در بازار خرما فروشان مغازه خرما فروشی داشت. خب امروز خرما چنده قیمت؟ ایشو مثلا میگفت یک تومان. چقدر سود میبری؟ مثلا یک ریال. مثلا تو این سود رو نصف کن. چشم، سود از این به بعد هر کی میاد خورما میخره یک کمی کمتر قیمتشه از اون چی که تو بازار هست. قیمت همه قیمت یک تومان میفروشن، در مغازه میسم کمتر، قیمت کمتر، ارزون داره. مثلا میگذشت فردا تشریف میورد، پس فردا میامد، خب امروز قیمت چنده؟ شما فرمودید 9 ریال و نیم. فرمود این نیمش هم قطع کن، 9 ریال به هم قیمتی که خریدی بفروش. چشم، اینجور اطاعت میکرد. بعدم وقتی تیکه تیکش کردن فهمود انت معی. آقا این انت معی تو با منی؟ نه ملکوته، ملکوت جای فرشتگانه، نه بالاتر از ملکوته که اون جایگاه آدمه. کجاست؟ اصطلاحا میگن عالم عوالم رو تقسیم میکنن، میگن عالم ناسوت، یعنی همین عالم طبیعت که ما هستیم، بعد عالم برزخه، بعد عالم ملکوته، بعد عالم جبروت. عالم جبروت، عالم جبروت یعنی عالم اسماء و صفات الهی. آن عالم، عالم امیرالمؤمنین است. و این نفر بودن نحن الاسماء الحسنا، ما اسماء حسنای الهی هستیم، ما اسماء حسنای الهی هستیم. اونا جایگاهشان آنجاست. میگن شما همت کن، بیا اونجا غرق شو. نمیدانیم و نمیتوانیم بدانیم که آنجا چیست. در میان انبیا و اولیا، ببینید اون شب باز عرض کردم که توی زیارتنامه حضرت ابوالفضل علیه السلام عبارت اینه: خدا تو را ملحق کند به درجه آباء خودت، یعنی به درجه امیرالمومنین تو را برساند، بری اونجا غرق بشی. شد. از خودش گذشت دیگه، از همه چی خودش گذشت، رفت آنجا که آبایش هستن. دیشب باز عرض کردم داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو، عرض کردیم سلیمان دعا کرد،
حضرت یوسف علیه السلام دعا کرد، حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرد، فقط دعای ابراهیم قبول شد. قرآن یعنی داره دعای اون دوتا بزرگوار رو نمیدونیم چی شد. این که حالا سه نفر رو نام میبرن، این آرزوی همه انبیا و اولیا است. همشون آرزو داشتن که به درجه این چهارده تن برسن. فقط یه نفر قولش مال یه نفره. از این نمونه های کوچولو هم مثلا داستان میسم فرمون انت معیفی درجتی، ایشون هم اونجا هست بردنش اونجا، یا تک و توک هایی که اسم بردیم. این جا برای همه هست، آنجا برای همه جا هست. همه اهل عالم، 7 میلیارد جمعیت بشر، اگه بروند آنجا همه غرق می شوند، مثل اون تیکه خشته که آب شد غرق شد. همه می توانند اینجا بروند و غرق بشوند. ما همت نمی کنیم به لذت های اندک این عالم بسنده می کنیم. لذت های نالم اصلا با یه قدم بالاترش قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. مرحوم آقای حاج میر عبدالعلی تهرانی، پدر آقای حاج آقا مجتبا، حاج آقا مجتبا رو دیگه شما یه ذره میشناختید، رحمت الله علیهما. ایشون گفته بودن یه چهله من گرفتم ترک حیوانی. روز چهلوم مادرم یه لقمه گوشت کوبیده گرفت آورد پسرم بخور. روز چهلوم خوش انصاف، فردا بیا. چشم. اینجا این اطاعته، اون ریاضته، این اطاعته. اطاعت دادن به جایی میرسونه. حرف پدر مادر گوش کردن به جایی میرسونه. السلام علیک یا ابا عبدالله.